شنونده گانه گرامی، یادم هست در زمان کودکی خانمی روزها به منزل ما می آمد و در کار و امور خانه مادرم را کمک می کرد. نامش ننه رضا بود. او پسری داشت همسن بنده که متاسفانه نقص‌های بدنی داشت. عضلات دست و پا و گردنش تحت فرمانش نبود. راه رفتنش غیر عادی و با پیچ و خمها و کش و قوس‌های بدنش همراه بود. درست حرف نمی‌توانست بزند و هر چند یک بار نیز غش می‌کرد و مادر بیچاره مجبور بود دست و پایش را محکم بگیرد و بر سر و رویش آب خنک بریزد تا حال بیاید. مادر ما همیشه سفارش می‌کرد که با این بچه بازی کنیم و اسباب بازی‌هایمان را به او بدهیم. ما نیز کم کم به او عادت کردیم و اگر بچه‌های کوچه او را مسخره می‌کردند از او دفاع می‌کردیم، یا اگر از عهده بر نمی‌آمدیم دست رضا را می‌گرفتیم و به منزل می‌بردیم. بارها ننه رضا را دیدم که با صورتی محزون و مظلوم سرش را رو به آسمان می‌کرد و می‌گفت خدایا من چه گناهی کردم که بچه‌ام را چنین خلق کردی؟ امثال این سؤال برای هر یک از ما پیش می‌آید و اخیراً یکی از شنوندگان عزیز تکمله‌ای هم بر آن سؤال افزوده و پرسیده است آیا این از عدل خدا به دور نیست که بیگناهی را با این نقص‌ها خلق نماید؟ قبل از هر چیز باید عرض کنم که بسیاری از مطالب در جهان هست که ما علتش را نمی‌دانیم و نمی‌فهمیم ولی مجبوریم قبول کنیم. حتی می‌توان گفت که شماره سؤال‌های بی جواب ما هزاران بار بیشتر است از آنچه می‌دانیم. اما هرگز این ندانستن امر زندگانی ما را مختل نمی کند و به یأس و خشم نمی کشاند. ضمناً نباید ما را از تفکر و کوشش در یافتن پاسخها باز دارد. آنچه ننه رضا از خدا می پرسید و سرنوشتی که طفلک به سرش داشت همیشه در جهان نظیر دارد. باید گفت که در جهان هیچ چیز خود به خود و در خلأ بدون روابط ضروریه به وجود نمی آید و آنچه در عالم هست هم مؤثر است و هم متأثر، یعنی یا خود در چیز دیگری تأثیر می کند و دخالت دارد یا از چیز دیگری اثری می گیرد که آن تأثیرات یا وجودش را به وجود می آورد یا در وجود او تغییراتی می دهد. مثلا دیده ایم که بچه کور به دنیا می آید، هیچ کس نمی داند چرا، و بی جهت این کوری را بر گردن خدا می اندازد. وقتی خوب تحقیق کنیم در می آبیم که بین اشیا روابط بی نهایتی موجود است و این روابط در ترکیب ذرات دیگر که شیء دیگری را به وجود می آورد به کار رفته است. فقط کسی می تواند از علت حدوث و بروز اشیا و وقایع باخبر گردد که محیط بر جمیع کائنات باشد.
اگر بلاک و معیار علم بشه، یعنی دانستن چیزی، فقط این باشد که ما تنها به مشکلی که در پیشمان نهاده اند متوجه باشیم و از مجموعه روابط و ترکیبات دیگر غافل شویم، البته از درک حقیقت موضوع عاجز خواهیم ماند. شنوندگان گرامی، خلقت این کیهان اعظم چون یک ارکستر سمفونی است که الحان و پرده‌های مختلف را آهنگساز با ترتیب معینی با یکدیگر ترکیب می‌کند و هماهنگ می‌نماید و ترکیب کلی این آهنگ‌هاست که دلنواز است و انسان را به عالم معنوی پرواز می‌دهد. اگر کسی نوت‌های این سمفونی را یکی یکی و جدا جدا بشنود، چه بسا گوش خراش می‌گردد. مثلا کسی که شیپور می‌نوازد، اگر جدا از هیئت واحد ارکستر برخیزد و در شیپور بدمد و بنشیند، یا تبال یا هر یک از نوازندگان دیگر به تنهایی بدون هماهنگی آلات موسیقی خود را بنوازند، تأثیر مطلوب نمی کند بلکه بر گوش ناخوش می آید. به همین وجه شنوندگان عزیز، جمیع شکایت ها از مصائب وارد بر ما برای این است که ما وقایع را جداگانه می‌بینیم و هیچ تصویر جامعی از سلسله علل که چنان وقایعی ناشی از آن گشته است نداریم و شکوه بیجا می‌کنیم. حال سؤال دیگر پیش می آید و این است: اگر پدری به واسطه اعمال زشت و بی‌بندوباری خود دچار مرض گشته و آن مرض باعث شده که فرزندش در عالم جنین به کوری دچار گشته است، چگونه است که کفاره گناه پدر را فرزند باید بپردازد؟ و به قول شنونده عزیز ما، چگونه عدل خدا اجازه می دهد که پسر به جای پدر مجازات شود؟ آنچه می توان گفت این است که البته عدل که از اسماء حسنای الهی است، چنین اقتضایی را ندارد، زیرا همین نظمی که در عالم وجود دیده می شود به این شهادت می دهد که باید عدالتی در میان باشد، زیرا بدون عدل نظم و ترتیب به هم می‌خورد. اما مجازات پسر به جای پدر مقوله دیگری است. حضرت عبدالبها در جواب این سؤال که پسر به مجازات پدر گرفتار می‌شود یا نه می‌فرماید: اما مسئله ثانی که پسر به مجازات پدر گرفتار می شود یا نه، بدان که این بر دو قسم است. یک قسم تعلق به روحانیات دارد، یک قسم تعلق به جسمانیات. آنچه تعلق به روحانیات دارد، پسر به جرم پدر مؤاخذه نمی شود، زیرا پسر سعید است و پدر شقی. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یعنی زنده از مرده زاده می شود و مرده از زنده.
و آنچه تعلق به جسمانیات دارد لابد است که ظلم و تعلل اعمال قبیحه پدر سبب مضرت پسر می شود. در این مقام در قرآن می فرماید وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، یعنی باید انسان رحم بر ایتام کند که مبادا ذریت ایتام از او بماند و سوء رفتار او یعنی ظلم به ایتام سبب ذلت اولاد خود شود. مثلا ملاحظه بفرمایید که شخصی ظلمن و عدوانن خون جمعی بریزد و اموال ناس را تالان و تاراج نماید و هزار خانمان و دودمان را برباد داد، البته آن شخص شقی بعد از رجوع و اسفل جهیم سبب نکبت و ذلت و عدم رستگاری اولاد و احواد شود، مظلومان به انتقام برخیزند و به انواع وسائل در حتم بنیانش کوشند. توجه فرمودید که حضرت عبدالبها بیان داشتند که آنچه تعلق به روحانیات دارد هر کسی مسئول اعمال خیش است، اما اگر کسی به واسطه افعال پدر یا دیگری مظلوم واقع شود، عدل خدا مقتضی است که این ستمی که بدون گناه به او راجع گشته جایی جبران شود. اگر انسان هستی خود را محدود به زندگانی پرمشقت در این عالم زود گذر و بی‌معنا نماید، به هیچ چیز راحت و آسایش نیابد و صدها سوال دیگر پیش می آید که جوابش را پیدا نتوان کرد و جز یأس و سرگردانی نتیجه‌ای ندارد. شنوندگان عزیز، اعتقاد به حیات جاودانی و بقای روح انسانی که لطیفه ای آسمانی است سبب سکون و قرار قلب می شود، ما را از قیود جسمانی آزاد می کند و چون مرغی بلند پرواز از تنگنای قفس می رهاند و سیرهایی را در عوالم بی انتهای روحانی آغاز خواهد کرد که برایش در مدت حیات دنیوی آن سیرها ممکن نبود، و در آن عالم است که بسیاری از مجهولاتی که در این جهان داشت بر او کشف می شود و آنچه ظلم بر آن بیگناه وارد آمده بود جبران می گردد. ملاحظه فرمایید باز حضرت عبدالبها چه می فرماید؟ سؤال از کشف ارواح بعد از خلع اجسام نموده بودید، البته آن عالم عالم کشف و شهود است زیرا حجاب از میان برخیزد و روح انسانی مشاهده نفوس مافوق و مادون و همرتبه را می نماید. مثالش انسان وقتی که در عالم رحم بود حجاب بر بصر داشت و جمیع اشیاء مستور، چون از عالم رحم تولد شد به این جهان آمد، این عالم به نسب به عالم رحم عالم کشف و شهود است. لحاظا مشاهده جمیع اشیاء را به بصر ظاهر می نماید. به همچنین چون از این عالم به عالم دیگر رحلت کرد، آنچه در این عالم مستور بوده در آن عالم
مکشوف گردد. در آن عالم به نظر بصیرت جمیع اشیا را ادراک و مشاهده خواهد نمود. اقران و امثال و مافوق خود و مادون خیش را مشاهده خواهد کرد. اما راجع به تساوی ارواح در عالم اعلی، مقصود این است که ارواح مؤمنین در وقت ظهور در عالم جسد متساوی هستند و کل طیب و طاهر، اما در این عالم امتیاز پیدا خواهند کرد. بعضی مقام اعلی یابند، بعضی حد اوسط جویند و یا در بدایت مراتب مانند. این تساوی در مبدأ وجود است و این امتیاز بعد از صعود. ملاحظه فرمودید که روح که در جنین به جسد تعلق می‌یابد همه در اون عالم متساوی هم. وقتی به این عالم آمدند، اعمالشون سبب تفاوت بین اونها می‌گردد. شنوندگان گرامی، یقین داشته باشید که توجه و اعتقاد به عوالم روحانی چقدر از مشکلات ما را حل می نماید. وقتی مثلا کوری مادرزاد در عالم تاریک خود معتقد باشد که هر انسانی که مبتلای بلاست در ملکوت الهی مکافاتی دارد و ایام خوش رحمانی در پیش اوست، چقدر راحت می یابد و چقدر تحمل بلا برای او راحت تر می شود. در ایامی که در هندوستان بودم، یکی از بهایان معروف ژاپنی را که دولت هندوستان دعوت کرده بود که بیاید و هندیان را در سازمانهای مربوط به نابینایان کمک کند، ملاقات کردم. وقتی وارد دهلی شد، دیدیم که این بزرگوار خودش هم کور است و یک شخص دیگری را به عنوان منشی یا مددکار با خود آورده است و این شخص محترم و نابینا خود رئیس سازمان نابینایان ژاپن است و پس از فراغت از وظایف روزانش با دولت هند، شبها با بهائیان محل یا در کنفرانس هایی که بهائیان شهر برای او ترتیب می دادند شرکت می کرد و ما بسیار از کمالات این نابینای روشنبین استفاده کردیم. از جمله شبی گفت که در ایام جوانی پیام حضرت بهاءالله را در ژاپن شنیده و به آن مؤمن گشته است. از کیف خود لوحی از حضرت عبدالبها، یعنی مکتوبی که ایشان به آن جوان تازه بهایی فرستاده بودند، درآورد و داد بخوانند. در آن فرموده بودند که شکر کن خدا را که اگر از چشم ظاهر محرومی، دیده بصیرتت گشوده شد. در یکی از نطق‌های عمومیش اظهار داشت که این نابینایی او از جهتی یک هدیه الهی است، زیرا حضرت بهاءالله ما را تعلیم فرمودند که به وحدت عالم انسانی معتقد باشیم، از تعصبات دینی و نژادی و غیره کناره جوییم و بشر را یکسان پنداریم. حال من شکر میکنم خدا را که هیچ تفاوتی بین شما حاضرین عزیز نمیبینم و در این احساس یگانگی شما را یکسان دوست دارم و رضای پروردگار در این است.
ملاحظه فرمایید وقتی کوری به مدد ایمان دیده بصیرت گشاید، آن نقص بدنی که مانند سایر امور مادی موقت است برای او به امتیازی تبدیل می شود و شکرگزاری می نماید. افسوس که اهل ادیان، مخصوصا علمای ادیان، سبب شده اند که در این عصر ترقی افکار بسیاری از مردم از دین بیزار شوند و هر قدر بر تعداد اهل خرد و دانش بیفزاید، آنان را از آنچه به نام دین متداول است گریزانتر می سازد. دیگر بچه نگونبختی که به واسطه گناه پدر کور به این جهان آمده است چگونه وضع خیش را توجیه تواند کرد اگر به عدل الهی و مکافات در جهان ملکوت ایمان نیابد و ایمانش با محک عقل و خرد مطابق نباشد؟ چنین شخصی بدون چنان ایمانی هر دقیقه از زندگانیش جهنم مجسم است. باید پناه بر خدا برد و از خدا طلب نمود که نعمت ایمان را به همه ما ارزانی فرماید، تا بلکه از آزمایش های این جهان موفق و سرفراز برون آییم. جانتان خوش باد.